شنوندگان عزیز، اینک ارتباطمون با آقای بنی‌سال برقرار شده و از این لحظه بعد تلفن تماس با ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. آقای بنی‌سال با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا هستید و به رادیو عصر جدید خوش آمدید. سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما. مثلا موضوع مهمی را ما خواستیم امروز با شما در میان بذاریم، مسئله انحطاط ابرقدرت آمریکا و نگرانی رژیم ولایت مطلقه فقیه از این انحطاط. و می‌دانیم در آینده نزدیک آقای ترامپ عازم کشورهای آسیایی خواهد شد، علی‌رغم اینکه می‌دانیم با مشکلات حدیده‌ای در داخل کشور خودش و با استابی که خودش دارد، یعنی در رابطه با انتخابات با مشکلات روبروست. و همچنین آقای خامنه‌ای با پوتین دیدار کرده است. و شنونده عزیزی نیز در رابطه با مسئله اکتبر سرپرایز پرسیدند و گفتند که اکتبر سرپرایز باعث کردید که جنگ، گروگانگیری و کودتا بر ضد منتخب مردم ایران انجام می‌گیرد. موضوعات مهمی است و همچنین اضافه کردن این شنونده عزیز که یادآوری بکنم اگر آقای ترامپ قصد براندازی رژیم ایران را دارد، چرا به افشای زدبندهای پنهانی خمینیسم و ریگانیسم نمی پردازد؟ میکروفون را در اختیار شما می دارم. همه مهم موضوعها را با ما و با شنوندگان در میان می زارید. بفرمید. فردا که چهار روز گروگانگیری زدن می جا شروع کنید. این آقای خامنه ای با دانشجویان صحبت کرده و در این صحبت گفته است که این امریکا حتی مصدق رو هم تحمل نکرد. حتی گفت که بعضی سخنان از زبان کسانی وقتی بیرون آمد، زخمی که بر عواطف و احساسات یک ملت وارد میکنه شدیدتره، سختتره. کی میگوید حتی مصدق؟ کی میگوید؟ کسی که در گروگانگیری، نمایندهی که رفته با یکی از اون گروگانگ ها، یک سرهنگ امریکایی در تبریز صحبت کرده، این آقا بوده. کسی که در سازش پنهانی بر سر گروگان ها معروف اکتبر سورپرایز نقش داشته، یکی از اونها همین آدم بوده. کسی که در ایران گیت نقش داشته، بازم این آقا بوده. اون کسی که به دستگاه ریگان پیغام داده که هرگاه شما از حکومت ما حمایت کنید، ما حتی حاضریم خمینی را هم بکشیم، یکی این آدم بوده. کسی هم که به اصطلاح مرتب میگفته ما با امریکا گفتگو نمی کنیم و بعد در همون حال دستور گفتگوی محرمانه داده و بعد هم برای زد و بند با همین قدرت نرمش قهرمانانه را عنوان کرده، بازم همین آدم بوده. این آدمی که هیچ از استقلال و آزادی، با اینکه دو حق ذاتی حیات انسانیش، بگیم که ذره وجدان و حضور ذهن دارد نسبت به این دو حق، اصلا و کلی غافل، چنون از خود بیگانه است در بندگی قدرت که نمیدونه استقلال چیست، نمیدونه آزادی چیست، نمیدونه ارتباط استقلال با آزادی چیست. به مظهر استقلال و آزادی میگوید حتی یک کتاب به اتفاق آقای جمال سفری، تمام اسناد غیر سند، هیچی در اون کتاب نیست. اون سندها چه میگویند؟ چه معرفی از مصدق میکنن؟ از او این معرفی میکنن: نماد غرور ملی، شخصیتی که در برابر فشار بیگانه چون کوه استوار است، آدمی که حتی یک باب در جمله که این باب ممکن است خدشه‌ای به استقلال ایران وارد کنه، تعهدی رو به پای ایران بگذارد، نمی پذیرد. سفیر امریکا مرتب شکایت میکنه که این
سر کلمه ها حتی سر حرف ها حرف داره. وقتی شما یه متنی میدید دستش میده کارشناس های خودش میبینن، بعد میاره اینها رو خود یکی که میذاره زیر زرمین که آقا اینجا این باب باید فده این میکند، این معناش اینه، اینم به اون نه این نه نه این نمیشه. آدمی که اینقدر حساس است که سر سوزن تعهد به بیگانه ندهد، کسی که قرارداد وین رو امضا کرده با موافقت این آدم تنظیم شده که 105 تعهد به پای ملت گذاشته، این میگوید حتی مصدق. سقوط ایران رو ببین، این یک سقوط اخلاقی است، این یک بیگانگی شگرفی است نسبت به دو اصل راهنمای جنبش های ایرانی از جمله انقلاب ایران که استقلال آزادی است. شما از همینجا میتوانی بفهمی به این که شما شنونده که این دشمن دشمن کردن ای آدم یعنی چی؟ حالا برگردم به یک واقعیت که چرا این مثلث زورپرست ایران این نگران است که نکنه خدای ناکرده این امریکا دیگه اون امریکا نباشه در دوره دوران اول انقلاب. ما میخواستیم به اصطلاح برنامه رشد اقتصاد و به پایه اقتصاد تولید محور به اجرا بگذاریم. با آقای خمینی خود من صحبت کردم، گفتم آقا اگر این امریکا به روسیه شوروی اون زمان دوران انبساط خود را به پایان نبرده بودن که گسترش باشه به معنای گسترش قدم روی سلطه‌گری و وارد این دوران انقباض نشده بودند، چگونه ممکن بود انقلاب در ایران پیروز بشود و مردم افغانستان به مقاومت برخیزند در برابر ارتش شوروی؟ پاسخ ایشون به من این بود که آقا اینها تئوری هست، شما میگی اینها وارد انقباض شدن، آقا اینها بر دنیا حاکم هست، مسلط هست. خب گفتم فرض کنیم هم که این به قول شما نظریه باشه، حالا عیبی داره که ما یک کشوری با اقتصاد نیرومند مستقل باشیم؟ مشکلی داریم؟ اگر واقعیت پیدا کرد خب ما دوباره همون نقش تاریخی ایران رو باز میابیم، این کشور باز میابد به عنوان الگوی رشد، قلب یک تمدن، گسترده ترین قلم روی تمدنی بشر امروز صاحب نقش میشه. چیزی هم دارد که فرض کنیم که نظر شما درست باشه، این تئوری باشه. خب چی جوابیشون بود؟ اقتصاد مال خر است، بنیشت میخواد که ایران رو سوئیس و فرانسه کند و مردم برای اسلام انقلاب کرد. چرا نه؟ سوال مهمیه. حالا همین آدم بعدها که دیگه اون زمان گورباچف شد و دیگه قضیه حق امپراتوری روس در آمد و ایشون یک کسی هم فرستاد به شوروی، پیام فرستاد به آقای گورباچف و بعدم مدعی شد که بله دیگه اون امپراتوری در حال رفتن است. همه آدم ها که میگو اینا تئوریه، دیدن حالا واقعیت پیدا کرد، این تئوریه شد به این که حالا نان شو بخوره. اما خب اینا رو غلطی هم خورد، چون وقتی انسان میدانی که شما این امپراتوری شوروی در حال سقوطه، اول کاری که باید بکنی توانمند شدن است. و نکرد این کارو. چرا نکرد؟ یک دلیل واضح و روشن، برای اینکه یک اقتصاد تولید محور با انسان حقوقمند صاحب منزلت سازگار است. با بازسازی استبداد، با ولایت مطلقه فقیه مطلقا سازگار نیست. ناممکن است. اینا حتی وقتی که خواستن بعدها الگوی چینی را هم پیروی کنند که گفتن مثل چین رژیم کمونیستی و استبدادی اقتصاد لیبرال، ناتوان شدن. چرا؟ این پاسخ این سوال جوابیست که چین میجوید در رابطه با امریکا و رژیم ایران جسته در رابطه با امریکا. چین چه کار کرده؟ اول خودشو از سلطه اون شوروی سابق رها کرده، این دوران چینی کردن اسمش بود، اون زمان میگفتن چینی گردانی،
بعد نظریه سازاشون نشستن و برآورد کردن، بنابر اون برآورد اونها دیدهنگام هم برآورد کردن و ما در 1970 در مطالعه روابط سلطه‌گر وزیر سلطه و دینامیک های این روابط و این جریان نیروهای محرکه به این نتیجه رسیدیم که این دو ابرقدرت میرسن به مرحله انقباض، بعد انحطاط، بعد انحلال به عنوان قدرت. اولا روسا به اینجا میرسن، چینی ها خیلی دیر به این شروع کردن برآورد. منتها برآورد اونها این بوده که در 2008 این دو پایان دوران امریکاست به عنوان تنها ابرقدرت و آغاز دوران چین است به عنوان ابرقدرت قرن 21. اونا خودشو برای این آماده میکردن. خب یک کشوری که برای این هدف خودشو آماده میکند میره رو خط اقتصاد نیرومند. حالا برای اینکه این اقتصاد نیرومند رو بسازه، اون ایدئولوژی که این همون مارکسیسم لنینیسم استالینیسم ماویسم، یک رشته مزاحمت هایی که ولایت مطلقه فقیه با چنین اقتصادی داره اصلا از ابتدا ندارد. نه فکر اینش که موی زن سرا زن یک سانت بیرون باشه نباشه، نه این جب ترس در قلم روی اقتصاد و این چیزها رو داره، نه این رابطه تضاد در منطقه در جهان رو شیوه می کرده، این کارا رو نکردیش برو واروناش کرده. به عکس با همین امریکا که اون خود چینی ها همین رو امپریالیزم تجاوزگر می خوندن، اول با پینگون بازی و بعدم با برقراری روابط دیپلماتیک و الان هم طرف اول بازرگانی امریکا، این رویه که اون کرده. پس یک موانع رو اصلا از ابتدا نداشته، یه موانع دیگه داشته که اون این است که خب بنابر اون مرام این سرمایه داری و اصلا مرام برای این بود که این سرمایه داری نباشه. خب از این هم استعفا داده، گفته کار من یک دستگاه اداری می شوم برای مهار تا اون دستگاه اقتصادی بتونه کارش انجام بده. تازه با همین کارهایی که کرده هنوز نمیشود گفت که این رژیم متناسب است با یک رشد اقتصادی که در اون رشد انسان رشد کند و طبیعت امران بجوید. دقیقا وارونه است. الان میزان استثمار در جامعه چینی اندازه نمیشناسه و میزان تخریب طبیعت هم خدا میدونه. پس این رژیم نتونسته اون کار چینی ها رو انجام بده، برای یک سیاستی وارونه اون رو هم در قلم روی اقتصاد در پیش گرفته، سپاه رو حاکم کرده بر اقتصاد کشور، اقتصاد تولید محور رو کرده اقتصاد مصرف محور و رانت محور. در بیرون در رابطه با بیرون هم این مرتب در بحران جنگ گروگانگیری، بحران اتمی، حالا که هفته جنگه. آقا شما وقتی این فرضم بکنید که هنوزم باور ندارید این ابرقدرت نیست اونی که بود، تازه همین نوبل اکسوراتور مجله معروف فرانسوی یه مقاله انتشار داده که با آقای ترامپ انحطاط امریکا داره شتاب میگیره و هشدار داده به اروپایی ها که شما به جایی که به این کاتالونی پرداختید که این رفراندوم برای استقلال و اینا که این پیامدها رو پیدا کرده، که یک ذره شن در برابر اون چی که دارد در این جهان اتفاق می افتد مهم نیست و شما لاغیت موندید نسبت به این که این ابرقدرت فردا این خلایی که انحطاطش ایجاد میکنه کی پر میکنه، شما کجای کارید؟ خطاب به این اروپایی هم میگه. خب حالا شما فرض کنید که نه اینجور هم نیست، به قول آقای روحانی اینا کت خدای دنیا هستن، شما مگر چیزی از دست میدید اگر این هفت نوع جنگی که بارده شدید ازش خارج بشید، ببردازید به رشد اقتصاد ایران، فقر این که مردم به حدی نباشه که این
حتی این آقای غفاری هم هشدار بدهد که در حال انفجار است. چیزهای بدیهی که عقل عادی هم این سؤال تر میکنه و میگه نه این کار درستی نیست. به جای اون کار، این کار شما اون کار میکنی. چرا اون کار نمیکنی این کار میکنه؟ چرا این اصرار دارد که شما که میگه آقا امریکا با مردم ایران دشمن است، این دشمن رو باید مرتب نوزی به جان مردم، این دشمن رو باید خونسا کنی دیگه، بی اثر بکنی. نه، اما اگر این میخواد بی اثر بکند، این همین حرفایی که این آقای خامنه ای زده است و میزند و خواهد زد و یعنی 40 سال از انقلاب همین شده، امریکا محور سیاست داخلی خارجی ایرانه، این محور ورداری میشه یه خلأ، یه رژیمی میشود که دشمن دشمن دشمنی دیگه در صحنه به عنوان محور تو درون و بیرون ایران نیست. حالا چه کار کنه؟ یه سوالیه. یا باید به این وضعیت که الان هست ادامه بدهد، سپاه باز همچنان گنده تر بشود و همچنان فراگیرتر بشود و تمام قلمروهای زندگی از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی رو فرا بگیرد و، یا نه آقا شما بودی سپاه پاسدار، اسم شما گفته سپاه پاسدار، ارباب که نبود قرار نبود بشه که، حالا شدی دولت با به قول آقای روحانی که حرفشم عوض کرد، دولت با اسلحه. دولت با اسلحه نیست سپاه، ایشون تخلیف داده، دولت با تمایل استبداد فراگیر است. هیچ قلمروی از قلمروی زندگی مردم رو نمیخواد بگذاره که این از مهارش بیرون بره. پاسدار انقلاب شده مهار کننده جامعه ایرانی در جلوگیری از رشد. خب این نیاز داره به دشمن، اون طرف مقابل هم همین نیاز داره. فرض کنی این رژیم و این سپاه پاسداری که تحریم کرده نباشه، توجیه چیه برای 470 میلیارد اصلاحی به عربستان فروختن؟ این چه تجدیده؟ اون که با اسرائیل که رفیق شده و با هم متحد شدن و این به او حتی پول هم میده به اسرائیل، و این فرض کنیم ایران هم دیگه عنوان دشمن دشمن نیست، این اصلاحی برای چیه؟ چه توجیهی دارد رژیم سعودی؟ چگونه میتوانه این توجیه کنه برای مردم عربستان؟ تنها نه، اون الان دیگه مسئله تنها عربستان نیست، دنیای عرب بلکه دنیای مسلمان. بگه چی؟ بگه من میترسم این ابرقدرت امریکا ما مرتب اگر بهش هستی هرچی داریم تزریق نکنیم زودتر از پا در بیاد و ما به عنوان مستبد مرخص بشویم. اینو بگه؟ نمیتونه بگه. پس همین نیازی که این رژیم ایران، رژیم سعودی به امریکا داره، اونم اون طرف مقابلم به اینا داره، به این دشمنی که این رژیم ایران رو شمرده. اون دو هسته دیگر مسلس هم همین مشکل دارن. اگر بخوام بگم امریکا یه قدرت در حال انحطاطه، برمان قدرت ها، نه برمان جامعه امریکایی و اینا، چون اگر این برمان قدرت منحط بشود و منحل بشود، اون جامعه خیلی سود میبره، رها میشه، این همه بودجه نظامی و غیر نظامی اینا از اینا خلاص میشه، یا میتونه زندگی خیلی بهتری داشته باشه، نیروهای محرکه رو در داشت خودش به کار بگیره. و اگر اون رو قبول بکنه که نیست اون قدرتی که این ها سرسپرده به او شدن، خب موجودیت خودشون بگن ما کی هستیم؟ اینا اگر میپذیرفتن که تحول رو مردم ایران هن که باید انجام بدن، این مردم ایران هن که باید حقوق بندی خودشون رو درک کنن، باید از راه عمل به حقوقشون قلم روی این استبداد رو تنگ کنن و این رو محکوم کنن به تغییر. خب اگر این کار بخوام بکنن نیستن این که الان هستن. اینا فکر این که این ایالات متحده نیست اون چی که هست به وحشت چون میاندازه، برای اینکه معناش این هست که اینا هم دیگه وجود نداره. ولی واقعیت شما مردم ایران واقعیت رو ببینید. امریکا اون زمان که ابرقدرت بود قرضه خارجی که نداشت، هیچی مطالبات داشت، به همه دنیا را مرتب به اصطلاح کمک میکرد، حالا وارد نمیشیم به این که اون کمک ها سلطه جویانه بود. حالا به قول خود این آقای
ترامپ 20 تریلیون این قرضه داره. زمان خود این آدم بیشتر هم شده. خب پس این نیست اون امریکا. آمده تو منطقه در دو کشور جنگ کرده. در عراق، در افغانستان این وضعیتی که این دو کشور الان دارن. در سوریه امروز در لومون بود یک مقاله که خلای حضور امریکا و اینکه آقای ترامپ اینقدر ناتوانی از خود بروز داده در سیاست خارجی، چنان که بنداری در سوریه حضور نداره و روسا این خلأ رو پر کردن به اتفاق ایران و ترکیه، دارن اونجا نظم و نسق میدن به اون وضعیت سوریه. خب این واقعیت رو شما مردم بپذیرید که واقعیت این طوره و چون این طور است شما یه امکان بزرگ دارید، یک فرصت بیمانند دارید برای اینکه از این فرصت استفاده کنید، یک کشور تماممند بشوید. در انقلاب، از انقلاب به بعد این فرصت رو داشتید، حالا هم دارید، منتها مرتب اون فرصت صرف تخریب شده. سوزاندهش، کاش سوزانده میشد میگفتیم خب یه فرصت در دست رفت. نه، صرف تخریب شده. گروگانگیری تخریب، جنگ 8 ساله تخریب، بحران اتمی تخریب، حالا هم که 7 تا جنگ روی دست شماست تخریب. بخوای از این تخریبا خارج بشی میباید که یه تعریف جدیدی از خود به عنوان ایرانی بکنی. من ایرانی کیستم؟ اگر به تاریخ تحول جامعه خودت میخوای برگردی، در این کتاب انقلاب یک زمینه هست، ویژگی های ایرانیت. اونا در طول تاریخ این ویژگی ها سبب شده که ایران بر جا بماند. به اونا برگرد. اگر که خود رو میخواهی، بگی که من یه انقلابی کردم و حالا میخوام این رو به نتیجه برسونم، حالا یه فرصت دارم، دیگه اینجور نیست که این قدرت خارجی مرتب رو شب و روز زندگی من در مهار او باشه. خود رو تعریف کن به عنوان موجود حقوقمند و به این حقوق عمل بکن. حساس باش نسبت به سرنوشت خود، حساس باش نسبت به تجاوزها به حقوق هموطنان خود در خود کشور، حساس باش. آخه مگه میشه که مردمی 14 قرن در یک دینی با این دینی زندگی کردن هنوز یک روزخانی بتوانه دم از ولایت و مطلقه فقیر بزنه و شما مردم ایران از خود نپرسی آخه از کجا آمد؟ آخه دین تازه که نیست بابا. آره استالینیزم بود، میگفت که مردم روس نمیدونستن که مارکسیست چی بود، لنین چی بر او عرضه بود، استالین آمد چی بلایی سر او در آورد شد مارکسیست شد استالینیزم. بگه نمیشناختم. آخه این که دیده که 14 قرن شما میشناسی که یه دونه یه ولایت مطلقه که کاربردی جز خشونت هم ندارد. 10 بار من این گفتم، هر بارم تکرار میکنم برای اینکه شما ببینید روزبره دارید زندگی میکنید. یعنی چه سپاه پاسداران؟ شما اعضای سپاه پاسداران از خودتون نمیپرسید چیه نقش باقی شما در اون کشور؟ اینکه ایالات این آقای ترامپ شما رو تحریم میکنه یعنی چی این تحریم؟ این از خودتون بپرس آخه. او داره از یه ضعف استفاده میکنه برای اینکه شما رو به عنوان یک خطر جلوه‌گر کند در منطقه و توجیه کند یک استراتژی رو در منطقه. حالا شما برای اینکه این رو خونسا کنی چه میکنی؟ به جایی که روش صحیح در پیش بگیری، واکنش هایی رو اظهار میکنی که دقیقا اون طرف به توانه بگه میبینی درست من دیدم. وقتی یک ابرقدرتی در حال انحطاط است، روش صحیح بر اصل موازنه عدمی این است که شما بر مبنای حقوق ملی با خارج ایران رابطه برقرار کنی و هیچ فرصتی برای اینکه اون ابرقدرت در حال انحطاط ازش استفاده کنه و به تأخیر به اندازه این جریان رو بهش ندهی و این تمام نیروهای محرکه رو در رشد جامعه و امرار طبیعت به کار بندازی، این راه کاره.
آقای خامنه‌ای همین راهکار میده، درست وارونش میده. اگر میخواست این راهکار برود، فضولی نمیکرد بگوید حتی مصدق رو تحمل نمی کند، برای اینکه این راهکار رو مصدق برد. تازه اون وقت انگلستان بود که به عنوان ابرقدرت در انحطاط بود، امریکا داشت روم و میامد، هنوز داشت انبساط در مرحله انبساط بود، شوروی هم در مرحله انبساط بود، ولی او رد رو خط این که اقتصاد تولید محور، رو خط استقلال آزادی، رو خط این که شخصیت ملی مردم ایران احراز کنن، غرور ملی احراز کنن، و بر این مبنا ایرانی نو به معنای درست کلمه بسازند، روش کنند. این همین راه و روشی بودی که ما در بهار انقلاب در پیش گرفتیم که با کودتا این متوقف شد. امیدوارم این توضیحات به درد شما نسل جوان امروز ایران، خصوصا شما دانشگاهیان و دانشجویان بیاید و شما این واقعیت ها با مردم در میان بگذارید، یک وجدان همگانی پدید بیاورید، این ملت رو از روانشناسی زیر سلطه حاصل انحطاط از دوران پایان صفوی تا امروز برهید و مردم ایران روانشناسی ملت مستقل و آزاد و سرفراز پیدا کند و ایران نیرومند و توانا رو باز بسازد. شاد و پیروز باشید.